مدل شدن یکی از پردرآمدترین و جذابترین شغلای دنیاست و مدلینگ شغل تبلیغ محصولات به وسیله مدل است. توی این ویدیو با پردرآمدترین و گرونترین سوپر مدلای جهان آشنا میشید. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا با اولین اونها و درآمدش که هوش از سر آدم میبره آشنا بشید. شماره 5، سوپر مدل برزیلی آدریانا لیما. آدریانا متولد 1981 و 43 ساله است و با درآمد سالانه 31 میلیون دلار رتبه پنجم جهانو داره. لیما طولانی ترین فرشته در کل تاریخ ویکتوریا سیکرته از سال 1999 تا 2018. اگرچه که او به عنوان یکی از فرشتگان ویکتوریا سیکرت شهرت داره، اما برای سوپربول و کیا موتورز هم کار کرده. لیما در سن 15 سالگی برنده مسابقه سوپرمدل برزیل شده و سال بعدش در رقابت‌های سوپرمدل جهان دوم شده و بعد از اون رقابت‌ها بود که با بنگاه مدلینگ الیت مود در نیویورک قرارداد بسته. اون به عنوان سفیر برای برندهای پوشاک دسیگوال مستقر در بارسلون اسپانیا و برای مجموعه لباس‌های ساحلی برندهای ایتالیایی کار کرده و در حال حاضر سفیر IWC، پوما و شوپارده. دو تا فرزند دختر داره از همسر اولش مارکو باریچ، بازیکن سربستانی، و یه پسرم از آندره لامرز که تهیه کننده فیلمه. شماره 4، روزی هانتینگتون، چهارمین مدل برتر و ثروتمند جهانه. متولد 1987 انگلستان و سوپر مدل 37 ساله حال حاضر و بازیگر هم هست. زیباترین زن سال 2013 شده و به عنوان یکی از زیباترین زنان جهان در لیست جهانی BWC ثبت شده. درآمدش به راحتی 32 میلیون دلار در ساله. شماره 3، گیزل بونشن، یا با تلفظ پرتغالی بینچنی. متولد 1980 برزیل و سوپر مدل، فعال محیط زیست و هنرپیشه است. دو تا فرزند داره و به مدت 5 سال با لئوناردو دیکاپریو دوست بوده، ولی بعدش با تام بردی ازدواج کرده که تا سال 2022 با هم زندگی می‌کردن. بعدها با نیمار عکسش روی مجلات چاپ شده. دومین زن زیبای جهان در سال 2011 شده و از پردرآمدترین مدل‌های جهانه و این سوپر مدل برزیلی صنعت مد حتی بعد از بازنشستگی از این صنعت همچنان در فهرست ثروتمندترین مدل‌های جهان قرار داره. برای بیش از یک دهه جیزل در صدر فهرست سوپر مدل‌ها بوده که واقعاً بی‌نظیره. درآمدش 35 میلیون دلار در ساله. تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی؟ اگه آره پس لایک کن. میخوام بدونی هدف من از ساخت این ویدیوها دادن ذهنیت ثروت ساز به توه. این که بدونی ثروتمند شدنم فرمول داره و یکی از اون فرمولا تغییر مدارهای ذهنیه که با همراهی این کانال به مرور تأثیر این تغییر مداری رو روی افکارت میبینی. پس سابسکرایب کن تا بریم برای دو شماره برتر و آشنایی با پردرآمدترین سوپر مدل‌های جهان. شماره 2، کریسی تیگن. کریستیان یا کریسی دایان تیگن استیونز، متولد 1985 و سوپر مدل آمریکایی 39 ساله است که پدرش آمریکایی و مادرش تایلندیه. اولین بار در سال 2010 برای نسخه سالانه مایوهای زنانه مجله اسپورتس ایلستریت مدلینگ شده و از سال 2014 عکسش روی مجله ها رفته. در حال حاضر در کنار LL Cool J، جیمز تاد اسمیت، یکی از مجریان برنامه مسابقه لبخونیه که از شبکه اسپایک پخش میشه. اون علاوه بر مدل بودن و فعالیت در تلویزیون، نویسنده هم هست. 3 تا فرزند داره. کریسی بارها با پست کردن عکساش در فضای مجازی مشکلات پوستی مثل جوش و یا ترک‌های بعد زایمانش روی رون یا شکمش اینو نشون داده که مدل‌ها هم از لحاظ ظاهری بی‌نقص و عیب نیستن و نباید از هیچ کس ظاهری کاملا ایدئال انتظار داشت و دختران و زنان جوان رو تشویق کرده که خودشون رو همونطوری که هستن بپذیرن و دوست داشته باشن. شاید اینجوری کمی از آمار عملهای زیبایی که به خاطر عدم اعتماد به نفس رو بین دخترها و زنها کم کنه. کریسی آشپز ماهری هم هست و چندین کتاب و حتی برنامه تلویزیونی و سایت برای آشپزی داره.
درآمدش 39 میلیون دلار در ساله. و اما برترین سوپر مدل جهان، کندال جنر. کندال نیکول جنر متولد 1995 و 29 ساله است. یه سوپر مدل اهل ایالات متحده است. کندال جنر دختر بروس جنر، ورزشکار شناخته شده آمریکایی و برنده مدال طلای المپیک تابستانی 1976 در رشته دهگانه مردانه. کندال حاصل ازدواج سوم پدرشه و با کیم کارداشیان و کلوی کارداشیان خواهر ناتنی‌اند. بروس جنر در سال 2015 رسماً اعلام میکنه که ترانسجندره و در حال طی کردن مراحل تغییر جنسیتش. بعد از عمل و مراحل تغییر، بروس به کتلین جنر تبدیل میشه. نظر تو در مورد این قضیه توی کامنت ها بهم بگو. کندال از 14 سالگی مدل بودن رو شروع میکنه. فرشته ویکتوریا سیکرت و سفیر استیلادر و لوازم آرایشی اونم هست و با خواهرش کایلی برند لباس خودشون رو دارن. سال 2019 کندال تونست 15 میلیون دلار از اینستاگرامش درآمد داشته باشه و نفر سوم در لیست پردرآمدترین های اینستا باشه. درآمد سالانه اون 40 میلیون دلاره. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.